پسر کاکایم به جای خواب خواهرم می رفت. من هم کشتمش. داستانی از نوشته های فرشته غنی. گوینده داستان اجمل غفوری. سلام های گرم خود را تقدیم شما خوبان می کنم و آرزوی صحتمندی و سلامتی تان را دارم. قبل از آغاز داستان لطف نموده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را هم فشار بدید. این هم آغاز داستان. دی دنیا بجز خودت به هیچ کس نمیتونی اعتماد کنی. بعض وقتا اعتماد کردن زندگی آدم نابود میسازن. وقت خواهر کلانم نبیلا گفت شبانه پسر کاکایم به جای خوابش میایه، خون در وجودم به جوش آمد. ما به او اعتماد کرده بودم. خواهرای ما نزدشان گذاشتم، اما او به ما خیانت کرد. وقت خبر شدم همون لحظه رفتم و پسر کاکای ما با تیشه کشتم. اما زندگیم نابود شد. داستان زندگی ما از طفولیت با غم و درد امرا بود. ما از آوان طفولیت به مکتب رفتن علاقمند نبودم. صنف ششم مکتب بودم که دیگه دلم نشد با مکتب برم. در چند روز اول مادرم کم سرزنشم کرد، اما بعد وقت مصروف کارهای خانه و وضعیت نامناسب خانه شد مرا فراموش کرد. مادرم یک روز برم گفت پسرم با مکتب نمیری؟ مام اقدر حوصله ندارم که هر روز تو را سرزنش کنم، اما یک روز میرسه که من نباشم خودت پشیمان میشی. کی کاش غفلت نمی کدم. بازم به ما حرفایش مهم نبود. این و حرف و حدیث بیشتر شبیه دیالوگای افسانه ها برم به نظر می رسیدن. در خانواده ما 6 نفر بودیم. مادر و پدرم، ما یک برادر و 2 خواهرم. ما صبح تا شب بیرون از خانه با رفیقایم بازی و ساعتیری می کدیم. خواهر کلانم نبیلا از خواهر کوچکم سیما نگهداری می کد. برادرم هم تمام روز با پسرای همسن سالش در کوچه به بازی مصروف می بود. بعد از نصف روز به خانه می رفتیم. نان می خوردیم و دوباره بیرون می رفتیم. در گرمای تابستان در زیر آفتاب سوزان می سوختیم و در سردی زمستان مثل درخت بید می لرزیدیم. اما هرگز از بازی و ساعتیری خود دست بردار نبودیم. دامو بیرو از خانه اگر شبم جای پیدا میکردیم میخوابیدیم. مادرم مریض بود. وقت بدنش درد میکرد دیگه نمیتونست با ما حتی درست حرف بزنه. خواهر کوچکم که هنوز 2 سالش بود او را نبیلا نگهداری میکرد. شیر نمیخورد. همیشه یک غذای نرم برش میدادن. یا نان خشک را در چای شیرین برش تر میکردن و شکمش را سیر میکردن. اگر زیاد در خانه می بودیم، مادرم عصبانی می شد و ما را از خانه بیرون می کرد. شاید غال مغال سرش بد می خورد. از ترس او یک لحظه به خانه آرام نداشتیم. پدرم در یک مؤسسه ماینپاکی کار می کرد. ماها به خانه نمی آمد. بعد از چند ماه می تانستیم پدر خود را ببینیم. وقت وام به خانه می آمد خیلی بالای ما غال مغال می کرد. اما به هر حالش ما خوش بودیم. چون وقت پدرم به خانه می آمد مصارف خانه پوره می شد. شبه که او در خانه می بود شوروای گوشت می خوردیم. به شمول ما خواهرها و برادرم هم شاید به این آرزو بودن که پدرم زودتر به خانه بیاید. ما زیاد اشتیاق دیدار پدرم نداشتیم که پشت غذای خوب و رفتار درست مادرم دق می شدیم. پدرم که می بود درد مادرم کمتر می شد. کمتر سر و صدا می کرد. کمتر ما را مورد لط و کوب و تحقیر قرار می داد. اما پدرم زیاد با ما نبود. آخرین باره که بر ما خرچ 2 ماهه را فرام کرد خودش که رفت بر نگشت. یک هفته بعد از رفتنش چندین مرد با دریشه های سبز تیره وارد خانه ما شدند. جنازه را کنار پنجره اتاق گذاشتن. مادرم با دوش به سوی جنازه رفت. به زمین خورد و ضعف کرد. من هنوز نمی فهمیدم چی گپ شده. وقت نزدیک جنازه شدم و تکه سفید از روی او برداشتم،
صورت کبود و زخمی را دیدم. نصفش اصلا پیدا نبود کی است. از بین رفته بود. شناخته نمی شد که صورت انسان است یا توته گوشت آلوده به خون و بارود. اما طرف چپ صورت پدرم بود. چشمش سالم مانده بود. ابروهایش بی نظم بر بالای چشم قرار داشت. بینیشم نصف شده بود. دهانش اصلا شناخته نشد. ما چیغ زدم. وحشت کردم. از جایم پریدم. زبانم بند آمد. دستایم توان حرکت نداشت. دیگه شوربای لذیذ نمیتونستیم بخوریم. دیگه مادرم آرام با ما حرف نمیزد. دیگه پدرم خواهر ما در آغوش نگرفت. دیگه آرامش نداشتیم. دیگه پدرم نبود. مرگ پدرمم مثل صحنه فیلم گذشت. ما در بدر شدیم. مریضی مادرم بیشتر شد. دکترها می گفتن که باید ناراحت نشوه. مگر می شد در خانه که نان نباشه خوش باشه کسی؟ در خانه که بوی جنازه هنوزم جاری است خوشحالی جای نداره. ما هرگز خوشحال نشدیم. اما مامایم دست ما را گرفت. مدت یک سال مصارف خانه ما را پرداخت. مصارفم قسمی بود که فقط با او زنده مانده بودیم. روز نبود که به دل جمع نان بخوریم. همیشه باید حرفای مادرم را میشنیدیم. کم میخوردیم تا به فردای ما باقی بمانه. یادم است یک بار خواهر کوچکم مریض بود. فقط تانستیم که یک قوطی شیر بر او بخریم تا دوباره انرژی بگیره و با پای بیسته. خواهرم چیز دیگه را خوردن نمیتونست. برادرم چون خیلی شیر را دوست داشت پنهانی از مادرم نیم گلاس شیر را نوشیده بود. مادرم او را خیلی لت و کوب کرد و بیرون از خانه کشید تا عصر او روز حق نداشت داخل خانه بیاید. او هم به شدت سرد بود. برادرم او روز قسم مریض شد که تب و لرزه پیدا کرد. سرفه کرد. سینه و بغل شد. وقتی به مامایم گفتم که می خواهیم او را نزد دکتر ببریم، مامایم یک پاکت تابلیت برام آورد. گفت دیگه پول ندارم. برادرم با او دوا خوب نشد. مکمل یک هفته به جای افتاده بود. ما امید نداشتیم که او دوباره صحت یاب شود. حالش روز به روز بدتر می شد. مادرم هم خیلی ناراحت بود. شبها بالای سرش گریه میکرد. ما از امون روز با یک همسایه ما رفتم و در کار پنچرمینی تایرهای موتر میتونستیم روزانه 50 افغانی به دست بیاریم. به برادرم شیر خریدم، اما وقت خانه رفتم او مرده بود. حتی نتونست یک شب شیر را بنوشه. ما از امون لحظه بزرگ شدم. خواستم مرد شوم و از دو خواهر و مادرم مواظبت کنم. نمیخواستم اونام تلف شوند. خیلی کار میکردم، اما پول کم برام میدادن. حتی وقت برادرم دفن میکردن کفنم برش خریدن نمیتونستم. بالاخره با پول مامایم برش کفن خریدیم و به زیر خاک رفت. دیگه از جنازه خسته شده بودم، اما مادرم به حد ناراحت شده بود که خودشم مقصر مرگ برادرم میدونست. وقتی مادرم جگرخون می شد خیلی شیرینی استفاده می کرد. همین مسئله باعث شد که میزان شکر بدنش بلند ببره. درجه قند خونش به 360 رسیده بود. در خانه ضعف کرد. وقتی به یکی از شفاخانه های دولتی بردیمش دکترها تانستن با تزریق پیچکاری و داروی شکر بدنش کنترل کنن. اما بر ما هشدار دادن که اگه بار دیگه شکر استفاده کنه یا ناراحت شوه شاید باعث مرگش شوه. مامایم بعد از شنیدن عمو حرف دکتر ما را به خانه خود ما برد. دو هفته اوجه بودیم. وضعیت مادرم رو به بهبود شد. او بر ما دارو و مواد خوراکی در خانه خرید. به ما فهماند که به مادرم چی بتم که بخوره و از چی پرهیز کنه. چند روز امی قسم کردم. یک روز که از خواب بیدار شدم خواهرم گریه کرد. وقتی رفتم خواهرم در آغوش گرفتم دیدم مادرم هنوز از خواب بیدار نشده بود. گفتم حتما امروز دلش میخواهد تا دیر بخوابه. خواهر کلانم نبیلا با ما و خواهر کوچکم چای آماده ساخت. ما چای خوردم. مادرم هنوزم بیدار نشده بود. وقت خداحافظی نزدیکش رفتم که برش اطلاع بدم امشب ناوقتر به خانه میایم. چون باید تا دیر کار کنیم. اما هرچی صدا زدم جواب نداد. تکان دادیمش. بدنش سرد شده بود. به امو حالت که خواب بود افتاده بود. خودش تکان نمیداد. وارخطا شدیم. چیغ زدم.
چندین بار تکانش دادم. ترسیدم. خواهرای ما گریه گرفت. صدای چیغ و فریاد بلندتر شد. راه و چاره دیگه نداشتیم. به همسایه ما که زن مهربان بود اول دادیم. او وقت آمد و در بدن مادرم دست زد، بر ما گفت که مادرم دیگه زنده نیست. ماتم تمام خانه را فرا گرفت. بعد از مرگ مادرم خیلی بیچاره و فقیر شدیم. دیگه توان بلند شدن را نداشتیم. مادرم مرد. ما مجبور شدیم بازم به خانه مامایم بریم. چند ماه اونجا زندگی کردیم. یک شب که برای نوشیدن آب بلند شده بودم، صدای مامایم و زنش شنیدم. زن مامایم میگفت که دیگه توان نگهداری ما را نداره، اما مامایم میگفت یک سال دیگه هم صبر میکنیم. باز خیلی راحت میتونیم نبیلا را به برادرت که اولاد نداره به نکاح بدیم. بیازو به ما ماندن. وقتی حرفای مامایم شنیدم تا صبح خوابم نبرد و بالاخره صبح تصمیم گرفتم از خانه اونا برایم. بازم به خانه خود ما رفتیم، اما یک هفته نگذشته بود که خواهرایم گفتن ده خانه میترسن، نمیتونن تنها زندگی کنن. مام نمیتونستم که وقتتر از ساعت 8 به خانه برم. اگه وقتتر میرفتم گرسنه نمیموندیم. از همین رو به خانه کاکایم رفتیم. کاکایم از ما خیلی خوب نگهداری میکرد. تا قبل از این به خاطر به خانه او نرفته بودیم که پدرم وقت زنده بود با او به خاطر کدام مسئله دعوا کرده بودن. بعد از امو دعوا رفت آمد بین ما از بین رفت، اما حالا مجبور بودم به خانه کاکایم بریم. چاره دیگه جز رفتن به خانه اونا نداشتیم. کاکایم از ما خیلی ناراحت بود که چرا وقت‌تر به خانهشان نرفتیم. او فکر میکرد که ما مثل پدرم او را فراموش کردیم. کاکایم کلانتر از پدرم بود. از امین رو ما فکر کردم که واقعا حق داشته که از ما گله کنه. آخرین بار او را در مرگ مادرم دیده بودیم. ما چندین ماه در خانه اونا زندگی کردیم. هیچ مسئله نگران کننده در خانه اونا ندیدم. زن کاکایم هم هیچ فرق بین ما و اولادا و نواسای خود نداشت. برای ما لباس جدید خرید. غذای خوب میخوردیم و جای خواب ما راحت بود. چند مدت که گذشت ما با برخی کارگران روزمزد آشنا شدم. اونا برام گفتن که در ولایت پکتیکا یک کار گرفتن. اگه با اونا برم و کار کنم پول خوبه به دست میارم. با نبیلا مشوره کردم و هم رضایت خاطر نشان داد. هر دوی اونا را به خدا سپردم و روانه ولایت پکتیکا شدم. در مدت 3 ماه یک بار به خانه میرفتم. وقت به خانه رفتم به کاکایم گفتم که بر ما یک اتاق جداگانه بده که مصارف ما را خود ما میپردازیم. نمیخوایم بار دوش کسی باشیم. اول کاکایم قبول نمیکرد، اما اصرار ما باعث شد که در آخر اولی اتاق بر ما خالی کنن. وقتی اوجا جا به جا شدیم نفس راحت تر کشیدیم. میگفتم ده ای کار خوب استم. 3 ماه بعد به خانه میایم و مصارف را میپردازم. مدت 7 ماه در اوجا مصروف بودم. بعد دوباره به کابل آمدم. 2 ماه که گذشت بازم یک کار در شهر چارکار پیدا کردم. مجبور بودم اوجا برم، اما این بار نبیلا ازم خواست که به ای ولایت نرم. من حرفش نادیده گرفتم و گفتم که در کابل کار نیست، مجبور استم برم. 1 ماه که گذشت صاحب کار گفت مواد تعمیراتی کمه به تعویق میرسه، میتونین تا او زمان به خانهایتان برین و استراحت کنین. ظهر بود که به طرف خانه حرکت کردم. وقت به خانه رسیدم نبیلا را در حالت گریه کردن دیدم. یک طرف صورتشام کبود شده بود. وقت دلیل این کار را پرسیدم برم گفت پسر کاکایم شبانه برخت خواب میایه و مرا اذیت میکنه. قفل در هم شکستانده. ای حرف نبیلا خون ما به جوش آورد. اما لحظه رفتم و با تیشه که در بین وسایل کارم بود به او حمله کردم. پسر کاکایم در روی حویلی بود. وقت بسرش زدم جا به جا افتاد و همه جا را خون گرفت. او زن و 3 کودکم داشت. اما بازم خواهر مرا آزار و اذیت جنسی میکرد. بعد از حمله به پسر کاکایم از خانه فرار کردم. پسر کاکایم از بین رفت. کاکایم به پلیس حوال داده بود، اما من از اوجا فرار کرده بودم. در جای کارم که در چارکار بود رفتم. 2 ماه اونجا ماندم. پیدایم کردن. از همین رو
به مزار شریف فرار کردم. اینجا اشت ماست که از خانه دور استم. نمیفهمم خواهرایم ده چی وضعیت به سر میبرن. کاش خواهرایم یک بار برم زنگ میزدن تا از او زندان رهایشان میکدم. کاش او قتل را انجام نمیدادم و خواهرایم را به یک جای امتر میبردم. پایان داستان.